امروز 25/8/98. سه ماه از اعتراضات سراسری آبا ماه گذشته و همچنان هیچ آمار رسمی نه از کشته شدگان بیرون اومده و نه از تعداد دقیق بازداشت شدگان. هیچ متولی هم ظاهراً قرار نیست اعلام کردن این آمار رو به گردن بگیره. مردم با تیر زدن. پیشتر سازمان عفو بین الملل تعداد قربانیان رو 304 نفر و خبرگزاری رویترز 1500 نفر اعلام کرده بودن، اما این موضوع در ایران تبدیل شده به توپ فوتبالی که فعلا در حال پاسکاری شدن بین دولت و نهادهای مختلفه. جوون مردم کشتن. صبح امروز سخنگوی دولت گفته به زودی آمار کشته شدگان آبان اعلام میشه. به گفته علی ربیعی، پزشکی قانونی مرجع علت مرگ و صدور جواز دفنه و باید این آمار رو شفاف اعلام کنه که کرده، ولی اعلام پزشکی قانونی کفایت نمی کرد و بررسی های میدانی و گزارش دستگاه های انتظامی و امنیتی هم انجام شد تا چند روز آینده از سوی مراجع زیربط آمار دقیق اعلام بشه. اما باز هم مشخص نشد که این مراجع زیربط کی و کجا هستند. پیشتر حسن روحانی توپ رو به زمین پزشکی قانونی انداخته. این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنی که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو. با این حال عباس مسجدی آرانی رئیس این مرکز توپ رو بار دیگه به زمین دولت و شورای امنیت انداخت و گفت ما آمار رو به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم و وظیفه‌ای برای اعلام عمومی اون نداریم. توی مصوبه شورای امنیت مشخص شده چه کسی باید اون رو اعلام کنه. از وزیر کشور سوال کنین. روز گذشته هم سخنگوی قوه قضاییه گفته بود آمار کشته شدگان آبان تعیین تکلیف شده و متولی شورای امنیت. این موضوع تعیین تکلیف شده است. متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت کشور هست. اینها در حالیه که هنوز هیچ کدوم از این مقامات هیچ آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگان و سرنوشت اونها اعلام نکرده. گزارش‌های غیر رسمی خبر از بازداشت دست کم 8000 نفر در جریان اعتراضات آبان ماه میدن که بسیاریشون با شرایط اسفناکی در معرض رفتارهای غیر انسانی و شکنجه قرار گرفتن. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خودش با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی از وضعیت این بازداشت شدگان به 240 نفر از مدافعان حقوق بشری اشاره کرده که در جریان همین اعتراضات دستگیر شدن و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست. این سازمان به این هم اشاره کرده که حتی اطلاعاتی از بازداشت شدگانی که در زندان‌ها درگذشتن هم در دسترس نیست. این میون افکار عمومی موندن و این پرسش: آیا جعبه سیاه آبان 98 هم برای پیگیری نیاز به فشار خارجی داره؟ علی پیرهادی، اتاق خبر.